أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم به خداوند از شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنم به نام خدایی که بی اندازه مهربان نهایت بارحم است. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. این پیغمبران را فضیلت دادیم، بعضی ایشان را بر بعضی از ایشان. کسی است که با وی سخن گفت خداوند و بلند کرد بعضی ایشان را مرتبه ها، و دادیم عیسی پسر مریم را معجزات سری و قوت دادیم او را به روح القدس یعنی جبرئیل. و اگر میخواست خداوند جنگ نمی کردند آنانی که بعد از پیغمبر بودند، پس از آن که آمد ایشان را حکم های روشن، ولیکن اختلاف کردند. پس از ایشان کسی است که ایمان آورد و از ایشان کسی است که کافر شد. و اگر می خواست خداوند با یک دیگر نمی جنگیدند، ولیکن الله می کند آنچی می خواهد. تفسیر: کسی که به انبیای مذکور ایمان آوردند و در رسالت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم احکام روشن و علامت سری را شنیدند، اگر خداوند جلال شانه میخواست هیچگاه با هم نمی جنگیدند و اختلاف نمی ورزیدند. بعضی از ایشان مؤمن و بعضی از ایشان کافر نمی شدند. حضرت الهی جلال شانه مختار است، از چی خواهد میکنند، هیچ کار او خالی از حکمت نیست. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای مؤمنان، خرج کنید از آن چی روزه داده ایم شما را، پیش از آن که بیاید آن روزی که نیست خرید و فروش در آن و نه دوستی و نه درخواست، و کافران ایشانند ستمگران. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله نیست هیچ معبودی جز وی، زنده است، تدبیر کننده عالم. تفسیر: از آیات اول عظیم شان خداوند جلال شده او نیز آشکارا می گردد. بعد از آن که این آیه کریمه فرود آمد،
که در آن از جلال و عظمت و قدس الهی به نیکوترین صورت بیان شده. لقب این آیه را آیت الکرسی گویند و در حدیث شریف آن را از اعظم آیات کتاب الله خواند. نمی گیردش پینکی و نخواب مرعور است آنچی در آسمان ها است و آنچی در زمین است. کیست آن کسی که شفاعت کند نزد وی مگر با اجازه وی؟ می داند آنچی پیش روی خلق است و آنچی پس پشت خلق است و احاطه نمی کند و این چیزی از معلومات وی مگر با آنچی وی خواسته است. فرا گرفته کرسی او آسمان ها و زمین را و در گرانی نمی افگند او را. نگهبانی آن هر دو و هم وی است، از همه بلند با عظمت، عالی شان و عظیم الشان. تفسیر: در این آیه کریمه توحید ذات و عظمت صفات خداوند متعال ذکر شده. هیچ کس در ملک وی انباز نیست، موجود کافه مخلوقات همان ذات متعال است و بس. خداوند جلال و شانه در این آیه صفات چند ذکر نموده که مخصوص ذات مقدس و توانه او چنان کامل است که کوچکترین چیزی از آن بیرون شده نمیتواند. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سميع عليم. نیست اکراه در دین، به تحقیق جدا شده هدایت از گمراهی. پس کسی که منکر شود گمراه کنندگان را و ایمان آرد به الله، پس ار آینه چند زده و دستاویز محکم نیست انقطاع آن را و الله نیک شنوا و داناست. تفسیر: چون هدایت از ضلالت متمایز شده، ار کی گمراهی را گذارد و در هدایت چند زند، چنان چیزی نیرومند و استار را گرفته که در آن اندیشه شکست نیست. خداوند جلال شانه اقوال ظاهر را خوب می شنود، نیت و ارادات باطنی را نیک می داند. خیانت و فساد یا حسن نیت و خلوصیت کسی بر حضرت او پوشیده نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خداوند مددگار است مؤمنان را، بیرون می آرد ایشان را از تاریکی ها و سوی روشنی، و آنانی که کافر شدند دوستان ایشان شیطان است. بیرون می آرند ایشان را از روشنی به سوی تاریکی ها، آن گروه اهل دوزخند، ایشان در آنجا جاودانند. لم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا ندیدی به سوی کسی که
مخاصمه کرد با ابراهیم درباره پروردگارش، از این وجه که داد او را خداوند پادشاهی. چون گفت ابراهیم پروردگار من آن است که زنده میگرداند و میمیراند، گفت من زنده میکنم و میمیرانم. گفت ابراهیم پس هر آینه خداوند می آرد آفتاب را از مشرق، پس بیاور تو آن را از مغرب. پس ایران من آن که کافر شد و خداوند رهنمود نمی کند گروه ستمگاران را. تفسیر: در آیه گذشته ذکر اهل ایمان و اهل کفر و تذکر فروغ هدایت و ظلمت کفر آنها بود، اینک و تأیید آن نظیر چند بیان میشود. نظیر اول واقعه نمرود است که در اثر غرور سلطنت مردمان را به سجده خیش مجبور میگردد. چون حضرت ابراهیم علیه السلام نزد وی آمد سجده نکرد و در جواب پرسش او گفت من جز پروردگار خیش کسی را سجده نکنم. نمرود گفت من خود پروردگارم. ابراهیم علیه السلام گفت پروردگار آن ذات متعال است که زنده کند و بمیراند. نمرود دو تن را از زندانیان خواسته بیگناهش را کشت و گناهگارش را آزاد نمود و گفت دیدی اگر خواهم بکشم و اگر خواهم ببخشم. ابراهیم علیه السلام به دلیل آفتاب آن مغرور بیدانش را لاجواب ساخت، اما وی هدایت نشد، یعنی بار وجود لاجواب ارشاد ابراهیم علیه السلام را شنیده و ایمان نیاورد و مانند سابق زلالت و کفر را اختیار نمود. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا ندیدی تو آن شخص را که گذشت بر شهر و افتاده بود بر سقف‌های خود، گفت چگونه زنده کند این را خداوند بعد از مردن؟ پس میراندش الله 100 سال پس برانگیختش. تفسیر: این شخص حضرت عزیز علیه السلام بود که تمام تورات را حفظ داشت و در میان اسرای بختنصر بود که وی پادشاهی کافر بود و بیت المقدس را ویران کرد و از بنی اسرائیل اسرای زیاد با خویشتن برده. عزیز علیه السلام چون از اسارت رها یافت و جانب وطن خویش روان شد و در راه شهر ویران آمد، مخروطه‌ای به نظر او جلب کرد و با خود گفت خداوند چگونه ساکنان اینجا را که همه محو مزمل شده اند سر از نو زندگی بخشی و این شهر ویران را آباد نمایی؟ روحی وی در آنجا قبض شد، خرش مرد و تا 100 سال در آن حال ماند و کسی را بدان سو مروری نیافت و از احوال او خبری نشد. بختنصر نیز در این حال مرد و پادشاه دیگری بیت المقدس را آباد کرد و آن شهر را نیز تعمیر نمود. عزیز علیه السلام بعد از 100 سال جان یافت، آب و نان او چون سابق در پهلویش نهاده بود
خر او که مرده و استخوان‌هایش بوسیده شده بود و عرض افتاده بود پیش نگاهی و زنده گردانده شد. در دوران این 100 سال بنی اسرائیل که از اسارت نجات یافته بود در آن شهر ساکن شده بودند. چون حضرت عزیز علیه السلام زنده شد شهر آباد یافت. گفت چقدر درنگ کرده ای؟ گفت درنگ کرده ام یک روز یا پاره ای از یک روز. تفسیر: انگام مرگ عزیز علیه السلام پاره ای از روز گذشته بود، چون زنده شد هنوز شام نشده. عزیز علیه السلام پنداشت که دیروز آمده ام، یک روز گذشته و اگر امروز در آنجا رسیده ام از یک روز نیز کمتر شد. گفت چنین نیست، بلکه درنگ کرده ای 100 سال. پس ببین به سوی خوردنی خود و نوشیدنی خود و متغیر نشده، و ببین به سوی خرد و تا بگردانیم ترا نشانه مردم، و ببین به سوی استخوان‌ها چگونه جنبش میدن، یعنی زنده میگردن آن را، پس میپوشانم بر آن گوشت. تفسیر: مقابل نگاهی حضرت عزیز علیه السلام استخوان‌های خر مطابق ترکیب بدن فرهم شد، گوشت آن را پوشانید و پوست درست گردید و قدرت یاری تعالی در جسد آن رو دمیده شد و برخاست و بام برآورد. پس چون آشکار شد این حال، مر او را گفت: میدانم ار آینه خدا بر هر چیز تواناست. تفسیر: حضرت عزیز علیه السلام پس از معاینه این کواعف گفت: من یقین دارم که خداوند متعال بر هر چیز تواناست، یعنی چنان که بیشتر می دانستم که زنده کردن مردگان پیش خداوند جلال و شانه آسان است، اکنون به چشم خیش مشاهده کردم. مطلب این نیست که در یقین عزیز علیه السلام فطور پدید آمده بود، بلکه وی این مسئله را چنین آشکارها ندیده بود. حضرت عزیز علیه السلام روان شد. چون به بیت المقدس رسید کسی او را نشناخت، زیرا وی جوان بود و کودکانی که بعد از او بودند پیر شده بودند. اما تورات را چون از یاد خواند، مردم اعتماد کردند و او را شناختند. بختنصر تمام کتب بنی اسرائیل را آتش زده بود، تورات نیز در آن جمله بود. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و یاد کن چون گفت ابراهیم: ای پروردگار من، بنما مرا چگونه زندگان میگردانی مردگان را. گفت: آیا یقین نداری؟ گفت: بلی یقین دارم، ولی که می خواهم که آرام گیرد دل من. گفت: پس بگیر 4 تن از پرندگان را، پس به هم آور آنها را نزد خود، پس بگذار بر ارکو از ایشان 1 پاره، پس بخوا ایشان را می آید نزد تو شتابان. تفسیر: حضرت ابراهیم علیه السلام به فرمان الهی 4 مرغ، طاووس، خروس، زاغ و کبوتر را با خیشتن آموخته کرد تا آنها را بشناسند و به صدا پیشوی آید. سپس هر یک را زبر بوده
به چهار کوه تقسیم کرد. سرهایشان را بر کوهی و پرهای بر کوه دیگر و سینه ها را بر کوهی و پاها را بر کوه دیگر نهاده و خود در مرکز بایستید و نخواست یکی را آواز داد. سر آن مرد در هوا معلق شد. اول سینه اش بدان پیوست، آنگاه بالهایش ملحق گردید، سپس پاهایش وصل شد و مرغ دوان دوان نظر حضرت ابراهیم علیه السلام آمدند و به این ترتیب هر چهار پرنده زنده گردید. و بدان هر آینه خداوند غالب و با حکمت است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال آن که خرج می کنند اموالشان را در راه خدا مثال یک دانه است که بروی آن افت خوشه ها، در هر خوشه ها 100 دانه و الله مضاعف می کند برای هر کس که خواهد و خداوند بسیار بخشاینده و دانا است. تفسیر: صرف مال اندک نیز در راه خداوند جلال و شانه ثواب بسیار دارد، چنانچه از یک دانه 700 دانه پدید می آید و اگر خداوند جلال و شانه بخواهد بر مقدار آن می افزاید. 700 تا 7000 و از آن بیشتر نیز پیدا می شود. خداوند جلال و شانه بسیار بخشاینده است. نیت نفقه کننده و مقدار نفقه کننده و کیفیت مال او را نیک می داند و هر کی موافق احوالش معامله می کند. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که خرج میکنند مال هایشان در راه خداوند، پس در نمی آورند آن چیز را که نفقه کرده اند، منت و نه آزار مر ایشان راست. ثواب ایشان نزد پروردگار ایشان و نیست ترس بر ایشان و نه ایشان غمگین می شوند. قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعها اذا والله غنی حلیم. سخن نیک به نرمی گفته و در گذشتن بهتر است از آن خیراتی که در پای باشد آن را